شهری در آتش، گاهی در آتش انفجار و انتحار می سوزد و گاهی در چنین آتش سوزی. آتشی که در ظاهر روشنایی دارد اما چتر تاریکی بر زندگی بسیار پهن می کند. این گونه دارایی بازرگانان به خاک و خاکستر بدل شده است. هنوز دلیل این آتش سوزی گسترده روشن نیست، اما مردم و بازرگانان مدعی‌اند که به ماشین‌هایشان شلیک شده است. این چیز بو بدر یک دم جغاز شد. این میگه که تانک تیل در گرفت. تانک تیل در کجا؟ جغاز شد بدر آمد راکت خورد چه خورد؟ موترهای مردم آن را جای آن را جای راکت سعی کن آن دور موترها. راکت ها بدر میگه این چیز است. از سرنوشت برخی از راننده ها هنوز خبری نیست. شدت آتش همه چیز را خاکستر کرده است. همه پریشانند. کسی زیانی مالی دیدند و کسی هم کسی را از دست داده. او دراست، آمده راست. ده ها تانکر اینجا در آتش سوخته، پس از ساعت ها هنوز هم گروه آتش نشانی نتوانسته به گونه کامل آتش مهار بکنند. کسانی که اینجا موترهایشان و تانکرهایشان سوخته مدعی‌اند که در این ازگاه بازرسی نیروهای امنیتی از اینا پول میگرفتند، به همین دلیل موترهایشان تا نوقت های شب اینجا گرمانده بودند. اگر 500 افغانی ندادی اوتم از اونجا دور میده. دین اینجا کلون خطر از بردی میره و موترهای دیگه میره، خوشکبار میره و اینمی خود تانکر و گاز در کل افغانستان لاس. اینمی جا امیاز دل که موتر باشن 1.5 روپیه میگه برای دسرای داخل که موتر تا خو اگر دسرای نکدی موتر تا دمی سر سر کریستات کدی نیم ساعت بیا بیتریت نیست. بیش از 10 ساعت است که تلاش میکند این آتش را خاموش کند، توانی برایش نمانده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در این رویداد نزدیک به 200 تانکر در آتش سوخته و حدود 20 میلیون دلار به بازرگانان زیان رسیده است. اما این آمار نهایی نیست. معلوم نیست، دقیقش معلوم نیست. امکان دارد تقریبا 200 متر جمله است. همه چیزیان تیل، گاز، مواد خوراکه. وزارت داخله افغانستان میگوید در این رویداد 9 تن کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. دیشب ساعت 7 در اثر آتش سوزی در ناحیه 17 شهر کابل 9 تن کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. بررسی های ما ادامه دارد تا عامل آتش سوزی و مقدار زیان های مالی مشخص شود. در کمتر از 4 ماه اخیر این سومین آتش سوزی است که زیان های هنگفت مالی به بازرگانان افغان وارد کرده است. در اثر آتش سوزی سال گذشته در بندر اسلام قلعه هرات نیز میلیون ها دلار به بازرگانان زیان وارد شدند. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.